دلش میخواست از جا به جهد و از خانه بیرون برود، از روی پرچین‌ها جست بزند، در کوچه قوطی‌های حلبی را شود کند، رو به پنجره‌ها داد بزند که بچه‌های دیگر هم بیرون بیایند تا با هم بازی کنند. آفتاب بالا آمده بود و روزی بود پر نور و او الان اینجا افتاده بود، پیچیده در ملافه و لحاف و عرق کرده و عبوس، و هیچ از این وضع دل خوشی نداشت. جانی بیشاب در رخت خوابش بلند شد و نشست و آب بینی را بالا کشید. شاخه ای از نور آفتاب که به درون اتاق تابیده بود انگشت های پای او را گرم می کرد. بوی آب پرتقال، بوی دوای سرفه و عطر مادرش که چند دقیقه پیش از اتاق بیرون رفته بود هنوز در فضا پراکنده بود. سراسر نیمه پایین لحاف چلتکه او با رنگ های سرخ و سبز و ارغوانی و آبی به پرچم های سیرک می مانست و چشمش را خیره می کرد. پسرک در بستر جابجا شد. به زمزمه شکوه کرد. میخوام بروم بیرون. لعنت بر شیطان. مگسی وزوز کنان با صدای خشک و مسلسلوار بالهای شفافش درق درق خودش را به شیشه پنجره میکوفت. جانی به مگس نگاه کرد. حال او را میفهمید. خودش هم بیتاب بیرون رفتن بود. چند باری سرفه کرد و از دهنش گذشت که این سرفه پیرمردی علیل و فرسوده نیست. سرفه پسر بچه 11 ساله است که هفته دیگر همین وقت آزاد و رها خواهد بود تا از درخت‌های باغ مردم سیب بدزدد و با گلوله‌های کاغذی جویده شده معلم را به سطوح بیاورد. صدای تق‌تق خشک قدم‌هایی را بر کف تازه جلا داده شده راهرو شنید. در باز شد و مادرش به درون آمد. چرا نشسته ای آقا پسر؟ دراز بکش. حالم بهتر است. راست میگویم. دکتر گفته که 2 روز دیگر باید در رخت خواب بمانی. ترس و استراب دست بردار نبود. 2 روز دیگر؟ این همه وقت باید ناخوش بمانم؟ مادر با خنده گفت خب ناخوش که نه، ولی به هر حال در رخت خواب. دستی به نرمی بر گونه پسرک زد و گفت آب پرتقال نمیخواهی؟ پسرک گفت خالی یا با دوا؟ دوا. میدانم که دوا را توی آب پرتقال میریختی که من نفهمم، ولی از طعمش معلوم بود. این دفعه بی دوا. چی توی دستت است؟ آه این؟ مادر جسمی گرد و براق را پیش آورد. جانی آن را گرفت. چیزی بود سفت و درخشنده و زیبا. دکتر هال که چند دقیقه پیش اینجا بود این را با خودش آورد و فکر کرد شاید خوشت بیاید که باهاش بازی کنی. جانی با کمی شک به آن خیره شد و دستهای کوچکش سطح صاف آن جسم را لمس کرد. من اصلا نمیدانم که این چی هست. چه جوری می شود باهاش بازی کرد؟ لبخند مادر زیباتر از آفتاب بود. صدف دریایی است. دکتر هال پارسال که به کنار اقیانوس آرام رفته بود این را در ساحل پیدا کرد. خیلی خوب، ولی این چه جور صدفی است؟ نمیدانم، شاید خیلی وقت پیش جانوری دریایی درش زندگی میکرده. ابروهای جانی بالا رفت. یعنی این صدف لانه آن جانور بوده؟ بله. وای، جدی؟ مادر صدف را به شکلی خاص در دست او جا داد و گفت اگر باور نمی کنی خودت گوش کن آقا پسر. ته صدف را بچسبان به گوشت. پسرک پرسید اینجوری؟ و صدف را به سوی گوش کوچک صورتی رنگش بالا برد و سفت به گوشش چسبان. خب حالا باید چه کار کنم؟ مادر لبخندی زد و گفت حالا اگر کاملا ساکت باشی و خوب گوش کنی صدای خیلی آشنایی را می شنوی. جانی گوش سپرد. گوشش مثل گل کوچکی در حال شکفتن به نحو نامحسوسی بازتر شد و منتظر ماند. موجی عظیم پیش آمد و خود را بر صخره ساحل کوبید و متلاشی شد. جانی بیشاب فریاد زد دریا! وای مامان! اقیانوس! موج! دریا! در آن دوردست موج پشت موج به روی ساحل ناهموار می غلطید. جانی چشمهایش را محکم بست و لبخندی صورت کوچکش را چین انداخت. مادر گفت بله جانی، دریا! ساعتهای پایانی بعد از ظهر بود. جانی تکیه داده بر بالش، صدف دریایی را میان 2 دست کوچکش گرفته بود و از پنجره بزرگ سمت راست بسترش با خنده به بیرون چشم دوخته بود. زمین بزرگ خالی آن سوی خیابان درست در برابر نگاهش بود. پسر بچه ها مثل یک مشت سوسک برآشفته و پرتکاپو،
سر به دنبال هم گذاشته بودند و هر کدام به شکوه داد می زدند. نه خیر، من اول تو را زدم، خودم کشتمت، تو همش جر می زنی، من اگر سردسته نباشم بازی نمی کنم. صداهایشان لخت و دور بر موج آفتاب به گوش می رسید. نور خورشید به رنگ زرد روشن آب دریا میمانست که در اوج تابستان موج موج به پیش میخزید. امواجی کندپا و رخوت‌آمیز و گرم و تنبل. مت همه چیز را فرو پاشانده بود. همه چیز کند و آرام شده بود. حتی تیک تیک ساعت هم انگار کند شده بود. اتوبوس برقی با حرکت کند شده بدنه گرم و فلزیش از سر خیابان پیش آمد و گذشت. انگار که آدم ها به تماشای فیلمی نشسته باشند که صدا و حرکت در آن رو به کندی می رود. همه چیز نرمتر شده بود و روی هیچ چیزی نمی شد حساب کرد. چقدر دلش می خواست بلند شود و بازی کند. چشم به بچه ها دوخته بود که از نرده ها بالا می رفتند. سافتبال بازی می کردند و در آن رخوت گرم با کفش اسکیت این سو و آن سو می رفتند. سرش چقدر سنگین بود. خیلی سنگین. کرکره پلک‌هایش داشتن به پایین کشیده می‌شدند. صدف دریایی کنار گوشش بود. آن را محکم‌تر به گوشش فشرد. موج‌ها مثل تب بر ساحل می‌کوفتند و وقتی که پا پس می‌کشیدند، بر شن‌ها کف بر جا می‌گذاشتند که حباب‌هایشان چند لحظه بعد مثل رویایی می‌ترکیدند و محو می‌شدند. بعد موج‌ها و کف‌های دیگری از راه می‌رسیدند. خرچنگ‌های کوچک خیس از آب شور در خیزاب‌های قهوه‌ای غلط و واغلط می‌زدند و جنب و جوش می‌کردند. آب سرد سبز بر شن‌ها می‌کوفت و صدایش به تنهایی چه تصویرهایی در ذهن برمی‌انگیخت. نسیم اقیانوس پیکر کوچک جانی بیشاب را نوازش می‌داد. حالا ناگهان انگار که آن بعد از ظهر داغ دیگر داغ و ملال‌آور نبود. تیک تاک ساعت سریع‌تر شده بود و سر صدای حرکت اتوبوس‌های برقی شتاب بیشتری گرفته بود. انگار که دستی بر پشت رخوت دنیای تابستانی ضربه‌ای زد و آن را با صدای گارام گارام به امواج بر ساحلی ناپیدا و درخشان بیدار و زنده کرده باشد. روزهای بعد صدف دریایی به چیزی گرانقدر بدل شد. از آن پس هر وقت که ساعت‌های بعد از ظهر طولانی و ملال‌آور می‌شد، پسرک صدف را به لاله و سوراخ گوشش می‌چسباند و برای تعطیلات به شبه جزیره بادخیز در دوردست می‌رفت. ساعت 4:30 را اعلام کرد. صدای گام‌های منظم مادرش بر کف براق راهرو خبر داد که وقت خوردن داروست. مادر دارو را در قاشقی نقره‌ای به او داد. بدبختانه مزه دارو می‌داد. حالتی تلخ بر چهره جانی نشست. بعد که مزه شیر سرد کمی از طعم دارو کاست، به چهره دلنشین و روشن مادرش چشم دوخت و گفت: می‌شود یک وقتی برویم کنار دریا، ها؟ چرا نشود؟ اگر پدرت برای روز استقلال 2 هفته مرخصی گرفت، 2 روزه می رویم تا کنار دریا، 1 هفته هم می مانیم و بر می گردیم. جانی با نگاهی ناخوش لم داد و گفت: من هیچ وقت دریا را ندیدم، به جز توی فیلم ها. حتما ریخت و بویش با ریخت و بوی دریاچه فاکس فرق می کند. هم بزرگتر است و هم خیلی قشنگتر. کاشکی همین الان می رفتیم. زیاد طول نمی کشد. شما بچه ها چقدر بی صبرید. دست خودم نیست. مادر کنار بستر پسرک نشست و دست او را در دست گرفت. پسرک همه ی حرفهای او را نمی فهمید، ولی بعضی از تکه های حرفهایش برای او معنی داشت. اگر قرار بود که من درباره فلسفه زندگی بچه ها مطلبی بنویسم، عنوانش را احتمالاً می گذاشتم بی صبری. بی صبری در قبال همه ی چیزهای زندگی. شماها باید همه چیز را همین الان داشته باشید، وگرنه فایده ای ندارد. فردا خیلی دیر است و دیروز هم که گذشته و رفته. شما بچه ها از تیر و طایفه عمر خیام هستید. عمر خیام های بالقوه. پا که به سن گذاشتی، خودت به این نتیجه میرسی که انتظار کشیدن و برنامه ریختن و صبر کردن جزء خصوصیات آدم بزرگا است. ولی من نمیخواهم صبر کنم. نمیخواهم توی رخت خواب باشم. میخواهم بروم کنار دریا. هفته پیش ماجرای دستکش بیسبال بود که میخواستی. میگفتی خواهش میکنم همین حالای حالا. وای مامان، نمیدانی چقدر قشنگ است. دستکش آخری بود تو فروشگاه. موجود غریبی بود این مادر. باز ادامه داد: یادم هست دختر بچه که بودم، یک بار توی مغازه عروسکی را دیدم. به مادرم گفتم این آخرین عروسک توی مغازه است.
ولی نبود. 10-12 تا عروسک دیگر مثل آن داشتند، ولی من نمی توانستم منتظر بمانم. من هم بی صبر بودم. جانی خودش را در بستر قدری جابجا کرد. چشمانش گشاده تر و پر از نور آبی شد. ولی مامان، من نمی خواهم منتظر بمانم. اگر زیادی صبر کنم بزرگ می شوم و دیگر مزه‌ای ندارد. این حرف مادر را ساکت کرد. او همانطور با دست‌های در هم حلقه شده آنجا نشست و چند لحظه بعد انگار که به خودش فکر کرده باشد چشمانش نمناک شد. چشم‌ها را لحظه‌ای بست و دوباره گشود و گفت: بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم که شاید بچه‌ها از زندگی بیشتر سرشان می‌شود تا ما بزرگترها. بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم که حق با توست، ولی جرأت ندارم این را به تو بگویم. خلاف قاعده است. کدام قاعده مامان؟ مادر محکم به شکلی غریب گفت: قاعده تمدن. ولی تا جوانی از زندگی لذت ببر. لذت ببر پسرم. جانی صدف را به گوش خودش چسباند و گفت: مامان، میدانی دوست دارم چه کار کنم؟ دوست دارم همین الان کنار دریا باشم، بدوم طرف آب، دماغم را با انگشت بچسبم و داد بزنم: سنگو زدم به قیصری، خاک تو سر عقب سری. جانی این را گفت و خندید. جایی در طبقه پایین تلفن زنگ زد. مادر از جا برخاست و رفت که جواب بدهد. پسرک بی صدا دراز کشید و گوش سپرد. 2 روز دیگر گذشت. جانی سرش را به سوی صدف خم کرد و آهی کشید. 2 روز تمام. اتاق تاریک شده بود. ستاره ها در قاب شیشه‌ای پنجره بزرگ گرد آمده بودند. بادی درخت ها را می جنبان. بر آسفالت پیاده رو زیر پنجره صدای قشقش چرخ اسکیت می آمد. جانی چشمهایش را بست. از طبقه پایین صدای به هم خوردن ظرف و ظروف شنیده می شد. مامان و بابا داشتن شام می خوردن. بابا خنده بمو از ته گلوی خود را سر داد. بر ساحل نهفته در دل صدف امواج پیاپی پیش می آمدن و بعد یک صدای دیگر: آنجا که امواج سربر می دارند، آنجا که امواج بازی می کنند، آنجا که در روزهای تابستانی مرغ‌های دریایی در ارتفاعی اندک در پروازند. هان؟ جانی گوش سپرد. عضلاتش منقبض شد. چشمهایش را برهم زد. صدا به نرمی از دور می گفت: آسمان صاف اقیانوس، نور خورشید بر امواج. آهای، بکشید تناب‌ها را، دلاوران من. همچون 100 صدا بود که همراه با قشقش پاروها در حلقه های فلزی به آواز می خواند: بر کشتی ها عازم دریا شوید. و بعد صدای دیگر یکه و آرام بر زمینه صدای موج و باد اقیانوس: به سوی دریا بیایید، دریای پشتک واروزن، آنجا که امواج عظیم با هم دست و پنجه نرم می کنند و متلاطم می شوند. به سوی آبهای شور پرتلالو بیایید، بر مسیری که به زودی خواهید شناخت. جانی صدف را از گوشش جدا کرد و به آن خیره شد. پسرکم، دوست داری که به سوی دریا بیایی؟ پس دست مرا بگیر پسرکم. فقط دست مرا بگیر پسرکم و همراه من بیا. جانی لرزان باز صدف را به گوشش چسبان. نفس زنان صاف در بستر نشست. قلب کوچکش بر قفسه سینه‌اش میکوفت. در ساحلی دوردست امواج بر شنها میکوفتند. هرگز صدف قشنگی دیده بودی؟ درخشان و مانند مارپیچی از مروارید. دهانش فراخ است، ولی هر چه جلوتر میرود باریکتر میشود، تا اینکه سوراخش انگار که به کلی بند میآید. ولی پسرکم، صدف در جایی به انتها میرسد که صخره‌های ساحلی در دریای آبی فرو نشسته‌اند. جانی انگشتانش را محکم روی لبه مدور صدف کشید. بله، درست بود. صدف میپیچید و میپیچید تا دیگر نمیتوانست ببینی به کجا میرسد. لبهای جانی به هم فشرده شد. مادر چه گفته بود؟ بچه‌ها، فلسفه، چه کلمات قلمبه‌ای. بچه‌ها، بی‌صبری، بی‌صبری. بله، بله، بی‌صبر بود. چرا که نه؟ دست آزادش را مشت کرد و بر لحاف کوفت. جانی! پسرک زود صدف را از گوشش جدا کرد و زیر ملافه پنهان کرد. پدرش از راه پله پایین می رفت. سلام پسر! سلام بابا! کمی بعد پدر و مادر غرق در خواب بودند. مدتها از نیمه شب می گذشت. جانی خیلی آهسته صدف دوست داشتنی را از زیر ملافه بیرون آورد و به سمت گوشش برد. بله، امواج هنوز آنجا بودند.
از دوردست صدای قشقش پاروها در حلقه های فلزی، صدای گروپ گروپ باد در شکم بادبان بزرگ و آواز دست جمعی قایقرانان بر باد شور دریا به گوش می رسید. پسرک صدف را محکمتر به گوشش فشرد. صدای پاهای مادر در راه رو تنین انداخت. داخل اتاق جانی شد و گفت: صبح بخیر پسر، خواب که نبودی؟ بستر خالی بود. در اتاق چیزی نبود به جز آفتاب و سکوت. آفتاب همچون بیماری با سر درخشانش بر بالش آرمیده بود. لحاف آن پرچم سرخ و آبی سیرک به کناره‌ای زده شد. بستر مثل چهره پیرمردی پریده رنگ، پرچین و چروک بر جا مانده و خالی خالی بود. مادر نگاهی بر بستر انداخت و اخمی بر چهرهش نشست. پا بر زمین کوبید و داد زد: امان از دست این بچه های شیطون، حتما رفته با این بچه های شر همسایه بازی کند، اگر دستم به او برسد. حرف خودش را برید و با لبخندی افسود: آنقدر میبوسمش که هلاک شود، بچه ها چقدر بی صبرن. به طرف تخت خواب رفت و شروع به مرتب کردن لحاف کرد. در این حال نوک انگشتانش زیر ملافه به چیزی خورد. دست کرد و جسم براقی را زیر نور آفتاب بیرون کشید. لبخندی بر لبانش نشست. صدف دریایی بود. صدف را محکم گرفت و محض تفریح آن را به سوی گوشش برد. چشمانش گشاد شد و دهانش باز ماند. اتاق با رنگ‌های روشن چرخ و فلک‌واره لحاف تکه دوزی شده و راهروی محصور در شیشه‌ها دورش به چرخش درآمد. صدف دریایی در گوش او می‌غرید. امواج بر ساحلی دوردست می‌کوبیدند و بر خط شن‌های کناره آب کفی سرد بر لب می‌آوردند. بعد صدای قرچ قرچ پاهای کوچکی بلند شد که بر شن‌های ساحلی می‌دویدند و صدای نازک پسر بچه‌ای که داد می‌کشید: هی بچه‌ها بدوید، سنگ زدم به قیصری، خاک تو سر عقب سری. و بعد صدای شیجه و دست پا زدن پیکری کوچک در میان آن امواج.